سرخط خبرها. تشکیل کمیته حقیقتیاب برای حوادث لودگان در غرب ایران. مقام‌های محلی میگویند اعتراض‌ها کار ضد انقلاب است. دست کم 18 کشته دیگر در نارامی‌های عراق. دولت وعده اصلاحات داد. ورود افشاگر دوم به پرونده درخواست جنجالی ترامپ از اوکراین. رئیس جمهوری آمریکا از همکاری با کمیته‌های تحقیق تفره می‌رود. و بازگشت بردهداری به دنیای مدرن. دست کم 40 میلیون نفر قربانی کار و ازدواج اجباری هستند. سلام و عصر بخیر. رئیس مجلس ایران خبر داده که قرار است گروهی حقیقتیاب به شهرستان لردگان در استان چهارمحل محال و بختیاری بروند تا درباره ابتلای عده‌ای از اهالی روستای چنار محمودی به ویروس HIV تحقیق کنند. همزمان تلویزیون ایران تصاویر عده‌ای را نشان داده که به خاطر شرکت در اعتراض‌های دیروز در لردگان بازداشت شدند. معترضان با تجمع مقابل مراکز دولتی با نیروهای انتظامی درگیر شدند. آنها میگویند عده‌ای از اهالی روستا بر اثر استفاده از سرنگ آلوده هنگام آزمایش قند خون به HIV مبتلا شدند، اما وزیر بهداشت گفته که معتادان تزریقی و افرادی با روابط به گفته او نامطلوب مقصرند. همکارم فرین عاصمی که این موضوع رو دنبال کرده از نزدیک اینجا در استودیو با ماست. فرین، امروز هم این نارامی ها ادامه داشته در ایران؟ تا این لحظه ما گزارشی ندیدیم از این که ادامه داشته باشه. خبرگزاری های ایران هم گفتن که اوضاع آرومتر شده در لردگان. دیشب یک ویدیوی منتشر شد از اصفهان که مردم در اصفهان از معترضان لردگان حمایت کردن، شعارهایی دادن، ماموران نیروی انتظامی اومدن اونها رو متفرق کردن. ولی چند ساعت بعد از این ویدیوهایی که از لردگان منتشر شد، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی شروع کردن که افرادی که شرکت کرده بودن در اعتراض‌ها رو آشوبگر معرفی کردن، فرصت طلب معرفی کردن و گفتن که اینها می‌خواستن از اعتراض مسالمت‌آمیز مردم لردگان به نفع خودشون سوء استفاده بکنن. این چیز معمولیه، معمولاً در این موارد تلویزیون ایران از این کارا می‌کنه و همه چی رو تقصیر ضد انقلاب اونها. بله، حتی مصاحبه منتشر کرده تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، با چند نفر مصاحبه کرده و چهرهشون رو پوشونده و گفته که این افراد رو دستگیر کردیم، حضور داشتن در این اعتراض‌ها. این افراد میگن که در این مصاحبه تلویزیونی میگن که از شهرهای دیگه اومدن، میگن حتی از شبکه‌های اجتماعی بهشون پیام‌هایی داده شده و گفتن که شما بیاین اینجا و اموال رو تخریب بکنین. حتی فرمانده سپاه قمر بنی هاشم رفته در جمع اهالی روستای چنار محمود، اونجا ازشون پرسیده که آیا شما این اعلام انزجار میکنین از این وضعیت، و مردم هم طبیعتا گفتن که نه. و یک فردی که ما چهرهش رو نمیبینیم در ویدیویی که منتشر شده از این مراسم، شروع میکنه به شعار دادن، شعارهای ضد آمریکا میده، شعار ضد اسرائیل میده و مردم هم تکرار میکنن، میگن جانم فدای رهبر، و یک سری شعار در اونجا داده میشه. پس خبرایی که داره میاد همه یک طرف است، در واقع طرف دولتی و همینطور آمریکا و همچنین سلطنت طلبان و مجاهدین رو مقصر دونستن طرف دولتی. دولت داره چه میکنه؟ صحبت از یک کمیته حقیقتیابه. این واکنش های دولت تا چه حد برای مردم قابل قبول بده؟ تا اینجا مجلس اومده، یه سری از نماینده مجلس نامه منتشر کردن، امضا کردن. فاطمه سعیدی نماینده مجلس توی توییترش منتشر کرده اینو. علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفته یک کمیته حقیقتیابی از طرف کمیسیون بهداشت مجلس قراره که بره لردگان، موضوع رو بررسی بکنه و ببینن چیه. رئیس دادگستری چهارمحال بختیاری هم پیشتر گفته بود که ما یک پرونده تشکیل دادیم، موضوع رو بررسی می‌کنیم. معاون وزیر بهداشت ولی گفته که قبلا به این مبتلایان ما گفتیم که به چه دلیلی
از چه راهی اینها مبتلا شدن به ویروس HIV و این موضوع محرمانه است ما نمیتونیم اعلام بکنیم. وزیر بهداشت هم دیروز گفته بود که موضوع کاملا محرمانه است، از 40 روز پیش ما خبر داشتیم و موضوع رو نمیتونیم اعلام بکنیم. موضوع محرمانه در حالی مطرح میشه که مردم، یعنی کسایی که مبتلا شدن به ویروس HIV در روستای چنار محمودی، خودشون میگن که ما اطلاع نداریم، یعنی با اینها صحبت نشده. موضوعی که وزیر بهداشت مطرح میکنه، میگه باید بین پزشک و بیمار محرمانه این مسئله اتفاق بیفته، ولی الان مردم میگن که ما از این مسئله اطلاع نداشتیم، چیزی به ما گفته نشده و اونها بهیار رو مقصر میدونن، میگن سرنگ آلوده استفاده کرده در آزمایش قند خونی که ازشون گرفته. پیامدها برای مردم چه بوده؟ برای زندگی روزمره مردم؟ مردم خب در این چنار محمودی مردم خشمگینن، طبیعتاً دیروز اومدن به خیابون‌ها عصبانی بودن، ناراحتن، بهت زدن و بحثی که الان مطرح میشه از طرف متخصصان اینه که این مردم نیاز به مشاوره دارن برای اینکه ببینن باید الان چیکار بکنن، چطوری درمان رو ادامه بدن و اینکه آگاهی داده بشه به مردم که از چه راه‌های ویروس HIV منتقل میشه. یکی از مخاطبان بی بی سی دیروز به ما گفت که مادرش معلمه در مدرسه که کار می‌کنه، یک کودکی، یک دانش آموزی رو از روستای چنار محمودی آوردن، در روستای مجاورش زندگی میکرد. گفت این آوردن، این بچه پدر مادرش رفتن کربلا، این رو سپردن به مادر بزرگش، بچه تو مدرسه نمیتونه بیاد مدرسه به خاطر اینکه بهش میگن تو نیا مدرسه، تو ویروس HIV داری. یا یه سری ویدیو هست منتشر شده به دست ما رسیده که کشاورزا میگن که محصولات ما رو نمیخرن، کاهو سفید مشخصا اشاره میکنه، میگه ما میخوایم اینو بفروشیم ولی مردم میترسن که ویروس HIV در اینم باشه، در حالی که خب چطوری مثلا در کاهو رفته. به هر حال یه مقداری آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در این زمینه الان لازمه که خب دولت هنوز این اقدام رو انجام نداده تا اینجا. فرین خیلی ممنون از شما. فرین عاصمی اینجا در استودیو با ما. وزیر خارجه ایران میگوید یک ایرانی دیگر هم که در یک کشور خارجی بازداشت شده بود آزاد شده، ولی هنوز به او اجازه بازگشت به ایران داده نشده. در روزهای اخیر دو شهروند ایرانی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا زندانی شده بودند آزاد شدند و به ایران برگشتند، نگار قدسکنی و رضا دهباشی. با این حال وزیر خارجه ایران از نفر سوم نام نبرده. محمد جواد ظریف گفته که وزارت خارجه از تبلیغاتی کردن موضوع جلوگیری می‌کنه تا از طریق روابط دیپلماتیک و سیاسی به نتیجه برسه. وزیر نفت ایران تایید کرده که شرکت ملی نفت چین CMPC طرح توسعه فاز 11 میدان گاز پارس جنوبی را رها کرده. به گفته بیژن زنگنه، حالا شرکت ایرانی پتروپارس به تنهایی این پروژه را اجرا خواهد کرد. قرار بود که در این طرح شرکت توتال فرانسه حدود 50% سهم داشته باشه و CNPC هم 30%، اما توتال بر اثر تحریم‌های آمریکا پا پس کشید و سهم آن به CMPC واگذار شد. پارسال رویترز گزارش داد که CMPC هم بر اثر فشار آمریکا از این طرح خارج شده. یک شاعر ایرانی خبر داده که حکم 6 ماه حبس او در دادگاه تجدید نظر تایید شده. حسین جنتی به علت شعری که در یکی از دانشگاه‌های اصفهان خواند به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شد. او گفته در شعرهایش از ظلم، فساد، سوء استفاده از دین، ریا و دست‌درازی به بیت المال گفته و خواهد گفت. این شاعر سابقه شعرخوانی در حضور رهبر جمهوری اسلامی هم دارد. درد من هر چند درد خانه و پوشاک ارزان نیست، با بهای سکه در بازار تهران می رود بالا. حسین جنتی بود در جلسه شعرخوانی در حضور رهبر ایران. اعتراض‌های خیابانی شهروندان عراقی تنها در شب گذشته حداقل 18 قربانی دیگر گرفت. طی روزهای گذشته حدود 100 نفر در ناآرامی‌ها کشته شدند. همزمان دولت عراق برای آرام کردن معترضان وعده اصلاحات داده، از جمله توزیع زمین و افزایش یارانه‌های نقدی خانواده‌های فقیر. سازمان ملل هم گفته که عوامل مقصر در کشتار معترضان باید پاسخگو باشند. شبنم شعبانی و جزئیات بیشتر.
تابوت هایی که در کمتر از یک هفته گذشته بیش از 100 نفر را به گورستان بردند. تنها در طول شب گذشته 18 نفر به قربانیان اضافه شده. حکومت با معترضان به خشونت رفتار کرده. معترضان میگویند نیروهای دولتی آنها را به گلوله بستند. دولت میگوید کسانی از داخل جمعیت به مردم تیراندازی میکنند. واکنشی که معترضان را بیشتر خشمگین کرده. سازمان ملل دیشب خواستار توقف فوری خشونت‌ها در عراق و پاسخگویی مسببین کشتار مردم شد. اعتراض‌ها سه‌شنبه در بغداد شروع شد. بدون رهبری روشن و آنطور که به نظر می‌رسد در اعتراض به وضعیت بد معیشت و ناخرسندی از خدمات عمومی در کشوری با درآمد نفتی بالا. به خشونت کشیده شدن اعتراض ها اما ماجرا را وارد مرحله دیگر کرده و موجب نگرانی شده. آدم های اتو کشیده که توی مجلس میشینن نماینده ما نیستن. ما حزب نمیخوایم. اگه 100 نفر از ما بمیرن دفعه بعد 1,000,000 نفر میشیم. هیچ کدوم از این معترضا به یک حزب یا تشکیلات مذهبی تعلق ندارن. مقامات عراقی در چند روز گذشته بارها وعده دادند که برای بهبود اوضاع بکوشند. ان صوتكم مسموع قبل ان تتظاهروا. از جمله عادل عبدالمهدی نخست وزیر که نوک تیز پیکان اعتراض ها بیش از همه به سوی اوست. نام ایران، کشوری که در یک دهه گذشته نفوذ غیرقابل انکار در عراق داشته، هم کم در حاشیه اعتراض ها شنیده نشده. هرچند راستی آزمایی بسیاری از ادعاها راحت نیست. هذا جواز ایرانی. از جمله این ویدیو که در آن ادعا می شود گذرنامه ایرانی کشف شده که متعلق به یکی از سرکوبگران است. هرچه هست تا خشم و استیصال عمومی شهروندان عراقی از شرایط زندگیشان فرو ننشیند، بعید نیست که اعتراض ها ادامه پیدا کند. به ویژه حالا که جوی خون هم به راه افتاده. شهروندانی که میگویند بعد از تجربه دیکتاتوری صدام، جنگ ویرانگر عراق و تاخت و تاز داعش در کشورشان، سهمشان از زندگی باید چیزی باشد بیشتر از آنچه حکومت برایشان فراهم کرده. شبنم شعبانی، BBC. مقامات قضایی ایران از بازداشت چهره اینستاگرامی معروف به سحر تبر به دستور دادسرای ارشاد تهران خبر دادند. خبرگزاری تسنیم گفته این بازداشت به دلیل درخواست‌های متعدد مردم برای پیگیری صورت گرفته. دلیل شهرت سحر 22 ساله عمل‌های متعدد جراحی پلاستیک و ایجاد تغییرات در چهره‌اش بوده. او به ترویج خشونت، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین به مقدسات و حجاب اسلامی، بی‌اعتقادی به باورهای دینی و تشویق جوانان به فساد متهم شده. همکارم رجا اسدی اینجا در استودیو با ماست. رجا، سحر تبر کی هستن؟ جالبه که بدونیم بیشتر از اون که در رسانه های فارسی زبان دربارش اطلاعات وجود داره، در رسانه هایی که به انگلیسی و بیشتر در بریتانیا منتشر شده ازش میتونیم اطلاعات کسب کنیم. نشانه های روزنامه های عامه پسند حدود 2 سال پیش خیلی براشون سحر تبر جالب شده بود به خاطر پست های اینستاگرامی و به خاطر چهرش. اون موقع این خبر رو پخش کردن که دختری در ایران برای اینکه میخواسته شبیه آنجلینا جولی بازیگر آمریکایی بشه حدود 50 عمل جراحی انجام داده، وزنش خیلی کم کرده که 40 کیلوگرم بشه. شبیه او شده بود. همه خیلی بعدش خود سحرم هیچ وقت البته نگفت، تکذیب کرد گاهی که هیچ وقت هدفش این نبوده در مصاحبه با این روزنامه ها که شبیه آنجلینا جولی بشه، و خیلی هم این به تمسخر گفتن که این شبیه نشده و این بیشتر شبیه زومبی ها شده و خیلی نظرات متفاوت در موردش منتشر شد. اما خودش گفته بود که جالب اینجاست که فقط عمل های جراحی مختصری روی بینی، گونه و لب هاش انجام داده و این چهره‌ای که ازش می‌بینیم بیشتر به خاطر گریم و فتوشاپه که به دست اومده. اینم موضوعی که خیلی در موردش صحبت کردن کاربرا، که یا بعضیا میگفتن گریمه، بعضیا میگفتن عمل جراحیه. چرا دستگیرش کردن؟
خب میدونیم که دلیل خاصی که چرا الان دستگیر شده من جایی ندیدم و هیچ چیزی عنوان نشده بود در رسانه‌های رسمی، اما میدونیم که پلیس سایبری ایران بارها از چند سال پیش گفته که با شاخهای اونطور که خودش میگه با شاخهای اینستاگرامی برخورد میکنیم. فکر میکنیم ما منظورش از شاخهای اینستاگرامی کسایی که طرفدار زیاد هستند و اصولا از چیزای اخلاقی و چیزای مورد تایید حکومت پیروی نمی کنن و پست هایی که میذارن اسلامی نیست به قول معروف، و پلیس بارها هم این کارو کرده. مثلا اگه یادتون باشه سال گذشته دختر رقصنده ای رو دستگیر کرد که پست هایی از رقصش میذاش، دستگیرش کردن و این دختر در تلویزیون اعتراف کرد که به بیراهه کشیده شده. بارها خبر اومده که صفحات اینستاگرامی مربیان رقص رو بستیم، دستگیرش کردیم، کسایی که کار مدلینگ می‌کردن و دستگیر کردن و اونها هم اعترافات تلویزیونی کردن. بنابراین این شیوه برخورد چیز جدیدی نیست. واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی چه بوده؟ خیلی کاربرا دارن در موردش صحبت می‌کنن. بعضیا فقط دارن نظرات شخصیشون رو در مورد چهره سحر میگن، اما بعضیا فراتر رفتن و این موضوع سوالات اساسی‌تری رو مطرح کردن در مورد جامعه. مثلا بعضی کارگرا گفتن که در مورد اخلاق پزشکی صحبت کردن و گفتن که یک پزشک تا کجا میتونه عمل جراحی رو صورت رو بدن یکی انجام بده و این مرزش کجاست؟ باید نظام پزشکی قوانینی رو وضع کنه که اجازه نده که پزشکان تا این حد برن و این عملای جراحی رو انجام بدن. بعضی هم پرسیدن، زیر سوال بردن گزارش خبرگزاری فارس، خبرگزاری تسنیم، که گفتن یکی از دلایل دستگیری سحر بر اساس گزارشات مردمی بوده. گفتن که این گزارشات مردمی چی رو دقیقاً گزارش کردن؟ سحر که به کسی آسیبی نرسونده، و پرسیدن آیا گزارشات مردمی باعث میشه که سلب آزادی بشه از کسی؟ رجا خیلی ممنون از شما. رجا اسدی اینجا در استودیو با ماست. فرصتی داریم برای نگاهی دوباره به سرخط اخبار این ساعت. رئیس مجلس ایران میگوید برای بررسی موضوع ابتلای بعضی از روستاییان چنار محمودی در استان چهارمحال و بختیاری به ویروس HIV کمیته حقیقتیاب تشکیل شده. دست کم 18 نفر دیگر در نارامی های عراق کشته شدند. دولت وعده اصلاحات اقتصادی داد. در ادامه این برنامه، ده ها میلیون نفر قربانی بردهداری مدرن. در آمریکا با داغ شدن بحث استیضاح احتمالی رئیس جمهوری این کشور، حالا نمایندگان کنگره به صورت رسمی دو افشاگر دارند که از رفتار رئیس جمهوری آمریکا شکایت کردند. آنها میگویند که دونالد ترامپ از موقعیت خودش سوء استفاده کرده و دولت اوکراین رو زیر فشار گذاشته تا مهمترین رقیب انتخاباتیش را تحت پیگرد قرار بدهد. آقای ترامپ که هفته سختی را در آمریکا پشت سر گذاشته، فعلا از همکاری با کمیته های تحقیق مجلس نمایندگان سر باز زده. از واشنگتن خبرنگارمون سام فرزانه با ماست. سام، میدونستیم که یک افشاگر هست، حالا دوتا شدن، نفر دوم کیه؟ او چه گفته؟ خیلی مشخص نیست که نفر دوم چه کسی هست، همونطور که نفر اول رو هم حتی نمیدونن مرد زن چه کسیه، ولی در مورد نفر اول دست کم این رو میدونستن که از CIA هست، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و این رو میدونستن که چه شکایتی رو مطرح کرده، چون متن شکایت او منتشر شده بود. اما در مورد نفر دوم، افشاگر دوم، اینها هنوز مشخص نیست. اما چیزی که در مورد او گفته میشه اینه که برخلاف اون نفر اول، نفر دوم اطلاعات دست اول داره. یه مقدار پیچیده شد، یعنی اینکه در واقع خودش شاهد بوده، خودش شنیده یک چیزهایی رو، و مثل نفر پیشین نبوده که بگه مثلا من از افراد دیگه شنیدم که چه اتفاقی افتاده. حالا اینکه ما چرا میدونیم، چون میدونیم مثلا سه روز پیش حتی خبر منتشر شده بود، نیویورک تایمز گفته بود که یک نفر دومی هم هست، اما دلیل اینکه این گزارش امروز جون بیشتری گرفته اینه که اون وکلایی که افشاگر اول رو
در واقع وکیلش بودن و اونها رو کاراش رو انجام میدادن، معلوم شده که حالا وکالت این نفر دوم رو هم اینها به عهده گرفتن و اینطور که گفته شده شکایت دوم هم رفته به دستگاه های امنیتی، اما هنوز به دست کنگره آمریکا نرسیده. کنگره که در واقع مجلس نمایندگان، که حالا داره تحقیق انجام میده ببینه که این استیضاح رو میخوان چطور انجام بدن. آقای ترامپ هفته سختی رو پشت سر گذاشت، تفره رفته از همکاری. این تفره رفتن چقدر براش هزینه خواهد داشت؟ معلوم نیست هنوز که واقعا هزینه اون چقدر خواهد بود. یک کار جالبی که توی این همین ماجرای تفره رفتن کاخ سفید انجام داده، گفته خیلی خوب، شما از ما مدارک میخواین، شما میخواین که کاخ سفید یه سری مدارک رو در اختیار شما قرار بده، اول از همه شما اصلا بیاین استیضاح رو ببرین در مجلس نمایندگان و رأی گیری بکنید، ببینید که اصلا آیا در واقع اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان آیا میخوان یک همچین استیضاحی انجام بشه یا نه. چون تا الان چیزی که ما میدونیم اینه که رهبر اکثریت که رئیس مجلس هم هست، نانسی پلوسی، اعلام کرده که خب ما میخوایم تحقیقات درباره استیضاح رو شروع بکنیم، ولی هنوز رأی گیری انجام نشده. و آقای ترامپ گفته و کاخ سفید هم این رو اعلام کرده، گفته اگر شما میخواین به صورت رسمی برید، اول این کار رو انجام بدید تا مشخص بشه اصلا این کار شدنیه یا نه، و تا قبل از اون شما نمیتونید که با مثلا آبروی رئیس جمهوری بازی بکنید و برای دولت ایجاد مشکل بکنید. در برنامه‌های روز یک شنبه که مجله‌های خبری در تلویزیون از این تلویزیون به اون تلویزیون هست، اینها همین مسئله رو با دموکرات‌ها مطرح می‌کردن، می‌گفتن که شما که دارید میگید که ما اکثریت رو داریم و اکثریت اعضای ما هم موافق این استیضاح هستن، خب چرا این کار رو انجام نمیدید؟ که تقریباً هیچ جوابی دموکرات‌ها برای این سوال نداشتن، همونطور که جمهوری‌خواهانی هم که به این برنامه‌ها می‌رفتن هیچ جوابی نداشتن برای این سوال که اصلاً آیا به نظر اونها اینکه رئیس جمهوری آمریکا خیلی روشن در روز روشن میاد و جلوی دوربین ها میگه که نه تنها اوکراین بلکه چین هم باید مثلا در مورد رقیب انتخاباتی او جو بایدن تحقیق بکنن، آیا به نظر شما این کار درست و پسندیده ای هست؟ جمهوری خواهان هم برای یک همچین سوالی جوابی نداشتن. سام خیلی ممنون از شما. سام فرزانه از واشنگتن با ما، متشکرم. پلیس ایران میگوید در بازی ایران و کامبوج که قرار است پنجشنبه در استادیوم آزادی تهران برگزار بشود، ماموران پلیس زن هم حضور خواهند داشت. این اولین بازی فوتبال در ایران طی دهه‌های اخیر است که در آن تعداد قابل توجهی از زنان هم میتوانند بازی را از نزدیک تماشا کنند. گفته شده که حدود 4000 بلیت به زنان فروخته شده. حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، گفته که این بازی هم مثل بازی‌های دیگر با آرامش و امنیت کامل برگزار خواهد شد. عده‌ای از مردم کابل با تجمع در مقابل سفارت ایران به شکنجه یک افغان در جزیره قشم اعتراض کردند. معترضان میگویند که شکنجه و تحقیر مهاجران افغان در ایران از مدت‌ها پیش جریان داشته. به گفته آنها همرسانی تصویر یک نوجوان 16 ساله احساسات مردم افغانستان را خدشه‌دار کرده. آنها از دولت ایران خواستند عاملان شکنجه او را بازداشت و محاکمه کنند. پیشتر سفارت ایران گفته بود که این موضوع در حال پیگیری است. اطلاعات دقیق و جزئیات بیشتری در مورد حادثه وجود ندارد. با اینکه برده‌داری در همه کشورهای جهان ممنوع است، بیش از 40 میلیون برده در جهان وجود دارد. بیشترشان زن و کودک هستند. ایران و افغانستان جز 10 کشوری هستند که بیشترین شماره برده‌ها را نسبت به جمعیتشان دارند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. برده‌داری پاهای غل و زنجیر شده و کشتی‌های اقیانوس پیما را به ذهن متبادر می‌کند. قدرتمندترین کشورهای جهان دست کم 300 سال با استثمار فقیرترین انسان‌ها ثروتمندتر شدند. امروز برده‌داری در همه کشورها ممنوع است. اما واقعیت این است برده‌داری نمرده و شاید از همیشه زنده‌تر باشد. اگر از قرن 15 تا 19 میلادی 13 میلیون برده خرید و فروش شدند، حالا 40 میلیون برده در جهان وجود دارد. برده‌های مدرن.
نهاد واک فری میگه این رقم 40 میلیون برده که در گزارشش به اون رسیده رقمی بسیار محتاطانه است و رقم واقعی احتمالاً خیلی بیشتر از اینه. از این تعداد عمده اونها زنها و دخترها هستن، 71% کل برده ها و 29% مردها و پسرها هستن. جدای از جنسیت، از هر 4 برده در جهان یکی از اونها کودکه، یعنی 10 میلیون کودک از این 40 میلیون. 25 میلیون نفر به اجبار برای کسانی کار میکنن که یا مزدی بابتش نمیگیرن یا انقدر ناچیزه که به حساب نمیاد. 15 میلیون نفر هم قربانی ازدواج اجباری اند. بذارین مثالی بزنم. دختری رو در نظر بگیرین که بدون خواست خودش و به اجبار همسر کسی میشه. بعد مثلا سر زمین کار میکنه یا قالی میبافه بدون اینکه درآمد حاصل از کارش عاید خودش بشه. این زن برده به حساب میاد. ایران و افغانستان جزء 10 کشوری هستند که نسبت به جمعیتشان بیشترین تعداد برده را دارند. افغانستان با 750 هزار برده پنجم و ایران با حدود 1,300,000 برده دهم است. از نظر مبارزه حکومت ها با برده‌داری مدرن، ایران جزو 5 کشوری در جهان است که کمترین اقدام را برای از بین بردن برده‌داری کرده. در این گزارش دلیل آن نبود اراده سیاسی حکومت ایران عنوان شده. ما میدونیم که کودکان، زنان و پناهجویان به طور خاص آسیب پذیرند. در هر دو کشور ایران و افغانستان از کودکان در بخش‌هایی مثل قالی‌بافی، آجرپزی، خدمات خانگی، تجارت جنسی و گدایی سوء استفاده میشه. درست است که تعداد برده‌ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر است، اما برده‌داری در کشورهای غربی هم هنوز به طور کامل از بین نرفته. به علاوه کشورهای ثروتمند با واردات و استفاده از کالاهایی که به دست برده ها در کشورهای فقیرتر ساخته می شود سود می برند. نسخه کامل گزارش همکارم پرهام قوادی رو می تونید در برنامه 60 دقیقه امشب ببینید. 10 شب به وقت تهران و 11 به وقت کابل. جینجر بیکر یکی از خلاق‌ترین نوازندگان درامز در 80 سالگی امروز درگذشت. آقای بیکر که نام اصلیش پیتر ادوارد بیکر است در سال 1966 گروه راک بریتانیایی کریم را همراه جک بروس و اریک کلاپتون تشکیل داد که به سرعت به یکی از بزرگترین گروه های موسیقی راک در جهان تبدیل شد. صفحه فیسبوک جینجر بیکر امروز صبح اعلام کرد که او در آرامش درگذشت. این بخش خبری را با تصاویری از یکی از کنسرت های کریم به پایان می‌برد.